السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، اجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. الحمدلله توفیق داریم که شبی دیگه در خدمت عزیزان باشیم در مجلس ابا عبدالله علیه السلام. در روزهای گذشته درباره ولایت جمعی و رابطه‌ای که باید بین خود مؤمنین با هم باشه صحبت کردیم، فرازهایی را از زیارت عاشورا در این رابطه مطرح کردیم، بعد فرازهایی را از دعای ندبه مطرح کردیم. امروز به زیارت امین الله اشاره میکنیم. ضمناً از دعای عهد هم باز فرازهایی را مطرح کردیم. امیدوارم انشاءالله هم خود این نکته ها به یادتون بمونه، هم هر وقت انشاءالله این دعاها رو دیگه میخونید، زیارت عاشورا و دعای ندبه اینها، به یاد بنده هم باشید که انشاءالله برای من هم دعا بفرمایید. یادگاری که پیش شما هست انشاءالله به یاد ما بندازه شما. یکی از معتبرترین زیارت هایی که ما داریم زیارت امین الله هست. این زیارت از زیارت‌های مطلقه است. اگر تو قسمت زیارت امیرالمؤمنین برید، قسمت زیارت‌های مطلقه، یعنی مخصوص زمان خاصی نیست. بعضی زیارت‌ها مثلا سفارش شده فرض بفرمایید روز عرفه خونده بشه، نمیدونم عید قدیر خونده بشه، احیانا مثلا شب قدر خونده بشه. بعضی از ائمه زیارت‌های مخصوصی دارن، ولی این زیارت امین الله یک زیارت مطلق است. یعنی این رو همیشه میشه برای امیرالمؤمنین خوند. و یه خصوصیتی هم که داره اینه که برای غیر امیرالمؤمنین هم میشه این زیارت را خوند. شما میخوای امام رضا را زیارت کنی، حرم امام رضا، زیارت امین الله را میتونید بخونید. کربلا برید، زیارت امین الله را میتونید بخونید. فقط اونجایی که میگید یا امیر المؤمنین، اونجا بگید یبن امیر المؤمنین، و الله همش رو میشه خوند. زیارت بسیار مهم است. مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح می‌فرماید در نهایت اعتبار است. عرض کردم یکی از معتبرترین زیارات است. شیخ عباس قمی هم یک محدث، کارش اینه، تخصصش اینه. و در تمام کتب مزاریه و مصابیح نقش شده. هر کتاب زیارت معتبری این توش هست. تو مصباح متحجد، مصباح کف امی هم هست. و علامه مجلسی فرموده که آن بهترین زیارت است از جهت متن و سند، هم از نظر متن و محتوا، هم از نظر سلسله روات که در جمیع روضات مقدسه بر این مواظبت نمایند. و همه جا میشه نخوند.
بعد میفرماند که جابر از امام باقر نقل میکنه که امام زین العابدین به زیارت امیر المؤمنین رفتن و در نزد قبر امیر المؤمنین این زیارت خوندن، ولی عرض کردیم برای دیگر بزرگواران هم میشه خوند. خیلی تعابیر زیبایی توی این زیارت نامه هست. ابتدا شما در این زیارت نامه خود اون امامی را که مزور هست مورد خطاب قرار میدید، حالا امیرالمؤمنین یا امام دیگر مورد خطاب قرار میدید، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. بعد از چند خط شما احساس قرب به خدا میکنید و دیگه خدا را خطاب میکنید، حالت دعا پیدا میکنه. اگه دقت کرده باشید خیلی از زیارت نامه های ما بعد از خطاب اون کسی که زیارت میکنیم و تکلم با او و سلام به او و شهادت دادن به مقام او، بعد تبدیل به دعا میشه. یعنی انسان انقدر احساس نزدیکی میکنه به خدا که دیگه اونجا با خود خدا صحبت میکنه. در این قسمت که تبدیل به دعا میشه میگیم اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک. خدایا مرا نسبت به آنچه که تو مقدر می کنی مطمئن قرار بده و به قضای خودت راضی قرار بده. یعنی من به مقدراتی که تو برای من یا خانواده من یا جامعه ما یا بشریت تقدیر می کنی آرامش و رضایت داشته باشیم. بعد میگیم که مولعتن به ذکرک و دعائک. مرا خیلی اهل ولع و شوق و اشتیاق به ذکر و دعای خودت قرار بده. آدم یکی از بهترین چیزهایی که میشه از خدا بخواد همینه که شیفته و تشنه دعا و ذکر باشه، چون همه خیرات از ذکره. یا من اسمه دواء و ذکره شفا. اگر آدم به شفای خودش دل بسته باشه شفا پیدا میکنه. ذکر شفاست. اگر ما به ذکر دل بسته باشیم شفا پیدا میکنیم. اتقرب الیک به ذکرک. ذکر راه قربه. اگر انسان اهل ذکر باشه به قرب خدا نائل میشه. خیلی دعای قشنگه، مولعتن به ذکرک و دعائک. همینطور ادامه میده، خیلی مضامین قشنگی داره. من الان بحثم راجع به توضیح دعای زیارت امین الله نیست، ولی میخوام یه خورده در شما خلاصه یک اشتهایی را انشاءالله ایجاد کنم. برید روش دقت کنید، تأمل کنید. میاد جلو تا میرسه به این که اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها و سبل الراغبین الیک شارع. باز یک دعاهای بسیار عالی، منتها اینجا دیگه جنبه درخواست نیست، اینجا جنبه اعلانه. گاهی وقتی ما خدا رو دعا میکنیم درخواست داریم، گاهی دعا لزوماً درخواست نیست. بعضی فکر میکنن دعا همیشه یعنی باید یه چیزی بخوایم. دعا یعنی صدا زدن. ممکنه شما همراه با او چیزی هم بخواید، ممکنه نخواید. شما در دعای جوشن کبیر خدا را به هزار اسم و صفتش صدا میزنید. این دعاه. تنها درخواستی که هست در اون فقره
سبحانك یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار، تنها همون یه درخواست در بینش میاد، ولی خود دعای جوشن هزار بار خدا رو صدا میزنه. دعا یعنی صدا زدن. لذا در حدیث قرب نوافل داره که ان دعانی عجبته و ان سالنی اعطیته. وقتی کسی به مرحله قرب برسه خدا میفرماید که من گوش او میشم، چشم او میشم، دست او میشم. بعد میفرماد اگر مرا بخواند اجابت میکنم. اجابت میکنم یعنی چی؟ یعنی پاسخشو میده. و این سألنی اعطیتو، و اگر درخواستی هم داشته باشه بهش میدم. پس این در ذهن شریفتون باشه که دعا لزوماً با درخواست نیست. همین که شما بگید یا الله این دعاست، بگید یا رب این دعاست. البته ما چون حاجت زیاد داریم معمولاً همیشه تا خدا رو صدا میزنیم یه چیزی هم میخواییم، اما آدم میتونه خدا رو صدا بزنه هیچی هم نخواد. همین خودش بزرگترین نعمته که انسان بتونه خدا رو صدا بزنه و خدا هم اجابت میکنه. پس اصل معنای دعا و اجابت اینه. خب اینجا بعد از اون دعاها یک سری دعاهای بدون درخواسته. اللهم ان قلوب المخبتين اليك والهه و سبل الراغبين اليك شارعه و اعلام القاصدين اليك واضحه. خدایا قلبها و دلهای بندگان فروتن تو مشتاق توست. خدایا راههایی که آنها که اهل رغبت به تو هستند درش سیر میکنند راههای همواری است. ما اگر در مسیر قرار بگیریم مسیر همواره. شما این تجربه رو شاید داشته باشید، گاهی آدم مثلا گم میشه در یه جایی، در بیابانی بیرون جاده ای میفته توی سنگلاخ. این سنگلاخ رو اگر بتونه مسیرش رو پی بگیره و از حرکت نیسته بعد میفته تو جاده، دیگه تو جاده دیگه هموار میشه. راه خدا گاهی برای ما چون از یه جای ناجوری داریم شروع میکنیم اوائلش سخته، اوائلش سنگلاخه، گرفتاری داره. باید استقامت بکنیم تا برسیم تو جاده. دیگه تو جاده که قرار گرفتیم چی میشه؟ هموار میشه، برخلاف راه باطل. راه باطل اولش خیلی آسونه، سرازیری، سراشیبی، ولی ممکنه انسان رو ببره به دره، دیگه نمیشه توش در اومد. پس سبل الراغبین الیک، راههای کسانی که رغبت دارن و به سوی تو حرکت میکنن شارع است. اتفاقا امروز در عربی جدید هم به خیابان میگن شارع، یعنی باز. و اعلام القاصدین الیک واضحه، برای اون کسانی که قصد تو را دارند نشانه ها واضح است. این مثال در نظر بگیرید اگر بخواید جمله رو خوب متوجه بشیم. شما تو دنیا هر کسی قصد خوب داشته باشه، قصد بد داشته باشه، مثلا به یه چراغ راهنمایی رانندگی برسیم با یه تابلوی برسیم که مسیر رو نشون میده، آدمی که قصدش خوبه قصدش بده همشون یه جور میبینن اینو، درسته؟ تو دنیا اینجوریه دیگه. دنیا شما میخوای بری نمیدونم به مادرت سر بزنی، به پدرت سر بزنی، صله رحم بکنی، کار خیر کنی، مسجد بری، یا بخوای بری کار بد کنی، چراغ راهنماییش، تابلوش، علائم وضوحشون به یک اندازه است برای همه. مگه کسی مشکل چشم داشته باشه که خوب نبینه؟
اما راه معنوی اینطوری نیست. راه معنوی نشانه هایی داره، اون نشانه ها برای عده خیلی واضح و روشنه، برای عده خیلی تیره و تاره، بسته به نیتشه، بسته به اون روشنی درونیه. اعلام القاصدین الیک واضحه، برای اون کسانی که قصد تو رو کردن نشانه ها واضحه، اما کسی که قصد خدا رو نکرده باشه، زندگیشو برای خدا تعریف نکرده باشه، میگه آقا من نمیدونم چیکار کنم، من متحیرم، چرا هیچ راهنمایی، نشانه ای، چیزی برای من اتفاق نمیفته. بابا هست، تو باید چشمت رو باز کنی، قلبت رو باز بکنی. امام زین العابدین علیه السلام یک تعبیر خیلی زیبایی داره، سبحانک ما اضیق طرق علی من لم تکن دلیله، خدایا منزهی تو، چقدر راه تنگ است برای کسی که تو دلیل و راهنماش نیستی. اگر خدا دلیل و راهنمای ما نباشه راه خیلی تنگه. و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله، و اگر کسی تو راه رو بهش نشون بدی چقدر راه واضحه. یعنی اگر خدا را دلیل و راه بلد خودمون انتخاب کنیم، راه پهن است و واضح، و اگر خدا را نداشته باشیم، راه تنگ است و تیره و تاریک. پس برای همه یه جور نیست، نشانه ها برای همه به یه حد از ظهور نیست. امام ادامه میدن تا میرسن به اینجا. ما چون وقتمون کمه فقط میریم سر اون مطلبی که مورد بحث ما بود، انت الهی. این دیگه آخر زیارت امین الله است. انت الهی و سیدی و مولای، این دیگه انتهای دعا زیارت، باید آخرین دعاها و درخواستها رو داشته باشیم. به خدا عرض میکنیم که خدایا تو اله من هستی، تو معبود من هستی، تو آقا و مولای من هستی. خب الان خوب دقت بفرمایید چه درخواستهایی رو اینجا از خدا میکنیم و از این بعد درس بگیریم. درخواستهایی که اینجا میبینید برای شخص نیست، برای نمیدونم من و خانواده و اطرافیانم نیست، برای ما. تو دعای ندبه برای چی بود؟ ما بود. متا ترانا و نراک، اترانا نحف بک، همش نا، ما ما. اینجا میدید ما. اغفر لأولیائنا، خدایا اولیاء ما را ببخش. منظور چیه اولیاء؟ اولیاء یعنی شیعیانی که دوستان ما هستند، اهل ولایت هستند، همون اولیایی که تو زیارت عاشورا داشتیم، اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. اون اولیائکم یعنی همون شیعیان، همون مؤمنین، همون دوستداران شما، همون هایی که گفتیم رابطه ولایی افقی و ارضی داریم با همدیگه، اونا میشن اولیا. ولی ما که نمیگیم که خدایا اولیانا، یعنی ائمه رو ببخش و بیامرز. اغفر لأولیائنا و کف عنا اعداءنا. پس اولیا مقابل دشمنان، دوستان و دشمنان.
یعنی شما وقتی زیارت امین الله میخونی برای همه مؤمنین دعا میکنی، برای همه مؤمنین درخواست میکنی. گفتیم تو دعای عهدم برای همه مؤمنین از خدا میخوایی که صلوات بفرسته به امام زمان، ان جمیع المؤمنین و المؤمنات. همش ببینید دارن به ما یاد میدن که آقا فکر جمعی داشته باشید، و وقتی فرصت دعا که بالاترین فرصت برای یک مؤمن چیه؟ من از شما سوال میکنم بهترین فرصت برای یک مؤمن چیه؟ فرصت دعاست که آدم در مقابل خدا باشه. اگه یک کسی مثلا در زندگیش یک بار فرصت کنه مثلا با پادشاه یا با رئیس یک کشور ملاقات کنه، میگه این بهترین فرصت، هرچی بخوام ازش میگیرم، یا لااقل بهش میگم، حالا ممکنه بده ممکنه نده، بهترین فرصتی که من دارم اینه که به او بگم به جایی که به زیر دستی ها بگم. بهترین فرصت برای یک انسان دعاست که بتونه به خدا بگه چی میخواد، رب العالمین. منطقه ما چون این فرصت رو خدا به همون راحت عطا کرده، فرموده ادعونی، ما این دست کم میگیریم. اگر میفرمود آقا همه تون مثلا هر 10 سالی یک بار میتونید بیاید به سراغ من و از من درخواست بکنید، بعد همه منتظر بودیم که کی اون 10 سال ما تمام میشه که از خداوند متعال یه درخواست بکنیم. اما چون خودش را همواره در دسترس ما قرار داده، ممکنه ما ناشکری بکنیم، ممکنه این رو یک چیز عادی در نظر بگیریم. بزرگترین فرصت برای انسان دعاست. حالا وقتی شما این بزرگترین فرصت درس میده، باید برای خودت تنها دعا نکنی، برای ما نا، برای هممون باید دعا کنیم. اغفر لأولیائنا کف عنا اعداءنا. بحث شخصی وقتش آخر از همه است، اول مصالح جمعی. همه را ببخش، دشمنان ما را از ما دور بدار. کف عنا اعداءنا، اونا را باز بدار. وشغلهم عن اذانا، اونها را اونقدر مشغول کن که نتونن ما را اذیت کنن. و اظهر کلمت الحق واجعلها العلیا. ببینید چه افق بالایی را در نظر میگیریم. تمام حرکت‌های انبیا و مرسلین و مصلحین همش خلاصه این میشه که کلمت الحق باید در رأس باشه. اینجا ما این درخواست رو میکنیم، اظهر کلمت الحق و جعلها العلیا، او را بالاترین قرار بده. و ادهز کلمت الباطل و جعلها السفلا. کلمه باطل با همه مظاهر و همه شعبش، این را پایین بیار و سفلا یعنی پایین ترین قرار بده. انک علی کل شیء قدیر، تو بر همه چیز قدرت داری. پس ببینید حتی وقتی یه زیارت هم داریم میخونیم، مثل زیارت عاشورا، مثل زیارت امین الله، یا دعا میخونیم مثل دعای عهد یا دعای ندبه، دارن به ما یاد میدن که شما فکرتون، روحیتون، روی کردتون رو جمعی کنید، به مصالح جمع نگاه کنید، به امام زمان و اردوگاه و پیروانش فکر بکنید، به سیانت خودتون از هجمات دشمنان حق فکر بکنید. و این جز اینکه ما با هم صمیمی باشیم، با هم نزدیک باشیم، میسر نمیشه. امیدواریم که انشالله خداوند متعال
به همه ما ولایت و روح ولایت که اون رابطه صمیمی بدون غل و غش، بدون کینه، بدون سوء تفاهم هست، ان شاء الله عنایت بفرماید. امشب شب ششم هست و معمولا یاد میشه از حضرت قاسم، قاسم ابن الحسن علیه السلام، یکی دیگه از جوانان یا نوجوانان بنی هاشم که آگاهانه، مشتاقانه، بلکه مصرانه به شهادت رسید. آگاه بود، مشتاق بود. در شب عاشورا وقتی حضرت ازش سوال کردند که مرگ چطور است، گفت احلا من العسل. پس آگاه بود، مشتاق بود، مصرم بود، چون امام نمیخواستند بپذیرند. با اینکه امام وقتی حضرت علی اکبر درخواست جهاد کرد سریع اجازه دادند، ولی فرزند برادرشون را ابا داشتند، ولی اصرار کرد و با توصیه نامه‌ای که از خود امام مجتبی داشت به هر حال اذن رو گرفت. در زمینه حضرت قاسم اشعار خوبی است. من یک یادی میکنم از شعری که مرحوم حسان گفتند، خدا ایشون را و همه شعرای اهل بیت و مداحان و ذاکران و سخنرانهایی که برای اهل بیت سخن گفتند، قلم زدند، انشاءالله خداوند متعال اونهاشون که زنده هستند نور با عزت، اونهایی که مثل مرحوم حسان مرحوم شدند انشاءالله مهمان ابا عبدالله قرار بده. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بس که میدان رفتن تو بر عمویت مشکل است دست یابی تو بر این آرزویت مشکل است دیگر از هجران مگو ای یادگار مجتبی بر مشام جان فراق عطر و بویت مشکل است اما قاسم هی اصرار میکنه هی به دست حضرت میفته تا اذن جاد بگیره بر دلم آتش مزن ای میوه قلب حسن
چون مرا بشنیدن این گفتگویت مشکل است، سن تو جانا مناسب با چنین پیکار نیست، جنگ تو با لشگری در روبرویت مشکل است، سخت باشد ناسزا بشنیدن از هر ناکس گفتگو با دشمن بی آبرویت مشکل است، ای که واجب نیست در این سن تو صوم و صلاه، تشنه لب در کربلا با خون وضویت مشکل است، بهر میدان رفتن خود اشک بر دامن مریز، نور چشمم جنگ کردن با عدویت مشکل است، ای که از داغ حسن گرد یتیمی بر سرت، دیدن در خاک و خون رخسار و مویت مشکل است. وقتی که قسم میده امام حسین رو به امام مجتبی، اینطور شاعر بیان میکنه: چون به جان مجتبی دادی قسم اینک برو، گرچه دل برکندن از روی نکویت مشکل است، می روی و می کنم سوی تو با حسرت نگاه، گرچه در هجران نظر کردن به سویت مشکل است، خدا می داند که هر کدوم از این عزیزان وقتی وداع می کردند چگونه به دل امام حسین درد و آه وارد می شد، بس که صحرا پر خروش از لشگر باطل بود، حق شنیدن از لب تکبیر گوید مشکل است، تا سلامت بینمد کردم شتاب از خیمگاه، وقتی که دشمن قاسم رو احاطه کرد و حمله کرد امام مثل یک باز شکاری به سمت قاسم با سرعت حرکت کرد، لذا میگه تا سلامت بینمد کردم شتاب از خیمگاه، لیک با انبوه دشمن جستجویت مشکل است، بس که ابر خاک و خون بگرفت روی ماه تو، از پس این پرده ها دیدار رویت مشکل است، در دم جان دادنت گفتی عمو جانم بیا، غرق در خون دیدن تو بر عمویت مشکل است، الا لعنت الله علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا تو را به همه شهدای کربلا و به همه شهدای طول تاریخ قسم می‌دهیم که زندگی ما را در مسیر حق و رضای خودت قرار بده. خدایا زندگی ما را زندگی محمد و آل محمد و مرگ ما را مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خدایا دعاهای امام زمان برای شیعیانشون را شامل حال ما بفرما.
قلب مقدس حضرتش را از همه ما راضی و خوشنود بفرما. فرج حضرتش را هرچه نزدیکتر آسانتر مقدر بفرما. خدایا همه بیماران و مرضا شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا همه گرفتاران، همه کسانی که پریشانی دارند، همه کسانی که دلشون را به این مجالس و به این محافل خوش کردند که انشالله در مجلس ابا عبدالله حاجات ما روا میشه، خدایا اساء حاجت همه را روا بفرما. خدایا خوشنودی و بهجت ایمان به همه ما بچشان. خدایا درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات به ویژه ذوی الحقوق همه را بهرمند از این مجالس ابا عبدالله قرار بده. خدایا آخر عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.